بن زیتلین، کارگردان جوان نیویورکی، دو جایزه بزرگ و کارتیه را در 38مین جشنواره فیلم‌های آمریکایی دوویل در فرانسه برای فیلم حیوانات جنوب وحشی دریافت کرد. حیوانات جنوب وحشی داستان دختر بچه‌ای است که همراه پدرش در نزدیکی میسیسیپی زندگی می‌کند و گرفتار فاجعه طبیعی ناشی از گرم شدن زمین می‌شوند. این فیلم قبلا در جشنواره کن و ساندنس برنده جایزه شده بود. مسابقه و پیش نمایش فیلم ها مرکز این رویداد بود، ولی جشنواره فیلم های آمریکایی فقط در این خلاصه نمی شود. جنبه زرق و برق و از نزدیک دیدن افراد مشهور بخشی از این رویداد را تشکیل می دهد. لیام نیسون یکی از این هنرپیشه ها بود. از او پرسیدیم بازی کردن چه شخصیتی باعث افتخار و لذت او شده است. او پاسخ داد: قطعاً بازی در فیلم فهرست شیندلر و نقش مایکل کالینز. او یکی از بنیانگذاران کشورم ایرلند بود. احساس بخصوصی برای او دارم، چون او شخصیتی بسیار جذاب و بحث برانگیز بود و تا امروز نیز بحث برانگیز باقی مانده است. جدیدترین فیلم نیسن قسمت دوم فیلم اکشن تیکن است. برایم بدن متناسب داشتن یک قانون در زندگی است، ولی برای این دو فیلم مجبورید ورزش صبحگاهی را افزایش دهید. نبردهای بسیاری را هم باید طراحی یا تنظیم کرد، مانند آموختن رقص است. قسمت دوم فیلم تیکن توسط لوک بسون تهیه شده و اولیویه مگاتون آن را کارگردانی کرده است. سلما هایک، هنرپیشه تهیه کننده و فعال اجتماعی مکزیکی دیگر هنرمندی بود که در دوویل مورد قدردانی قرار گرفت. از او سوال شد کدام یک از فعالیت‌های زندگی‌اش را ترجیح می‌دهد. بستگی دارد. وقتی فعالیت‌های بشر دوستان موفقیت آمیز است، رضایت بزرگی به دست می‌آید که غیر قابل مقایسه می باشد. و وقتی با کارگردانی چون الیور استون کار می کنم، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهم. به سلما هایک برای سالگرد تولدش تبریک گفته شد. او نیز پاسخ داد که 46 سال است و تا کنون از بوتاکس استفاده نکرده است. وقتی در مورد فیلم فریدا صحبت شد، سلما هایک با یادآوری کمک دوستانش برای تهیه این فیلم بسیار متاثر شد. نتیجه کار بهترین چیز دنیا بود. مانند گرامی داشته از سوی دوستانم. از اینکه این سوال را از من پرسیدی در شما متنفرم. I hate you for asking me this question first. سلما هایک در دوویل فیلم وحشیان ساخته الیور استون را معرفی کرد. جشنواره فیلم‌های آمریکای دوویل از 10 شهریور شروع شد و 19 شهریور خاتمه یافت.